مردم افغانستان به ویژه شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام امروز جمعه ششم مرداد از دهم ماه محرم الحرام و ساروز شهادت سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام تجلیل و گرامی کردند. مراسم های عزاداری حسینی و عاشورای امسال در افغانستان تحت سلطه گروه طالبان با محدودیت های بی پیشینه مواجه شد. بر اساس گزارش ها تمامی شبکه های مخابراتی از صبح امروز در مناطق هزاره و شیعه نشین در افغانستان قطع گردیده است. از سوی دیگر برخی گزارش ها از تیراندازی گروه طالبان برای متفرق کردن عزاداران حسینی در کابل منتشر شده است. برخی رسانه ها به نقل از منابع محلی گزارش کردند که امروز هزاران تن از شیعیان و ساکنان غرب کابل به جاده ها آمده بودند، اما گروه طالبان با شلیک هوایی عزاداران حسینی را متفرق کردند. با این حال در سایر استان های افغانستان از جمله هرات در غرب این کشور مراسم عاشورای حسینی به گونه گسترده و با حضور ده ها هزار تن از عاشقان امام حسین علیه السلام تجلیل گردیده است. گفتنی است با آغاز ماه محرم طالبان تحت عنوان تأمین امنیت محدودیت های گسترده را بر مراسم محرم وضع کرد. طالبان تعداد مساجد و اماکن برگزاری محرم را محدود کرده و نصب پرچم های مذهبی و کاروان های عزاداری در خیابان ها را ممنوع کرده است. در روزهای گذشته ویدیوهایی از کابل پخش شد که نشان می‌داد طالبان عزاداران محرم را مورد ضرب و شتم قرار داده و شماری را نیز بازداشت کردند. پیش از این همه سال مردم افغانستان به ویژه شیعیان این کشور روز دهم محرم و عاشورای حسینی را به شکل گسترده در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن عمومی برگزار می‌کردند.